سلام خدمت دوستان پیج زومبایتی. امروز اومدیم با یه ویدیوی خفن دیگه. خب دوستان، توی ویدیو قصد دارم ماین سه کوین همزمان ETHW بلوی کاسپا بلوی زیلیکا رو به شما در محیط ویندوز آموزش بدم. قبلا این آموزش رو توی محیط هایگوست داشتیم، امروز میخوام این آموزش رو توی محیط ویندوز به شما بدم و نکاتی که میتونه مقداری درآمد شما رو بالاتر ببره. خب بریم که در ادامه با هم ببینیم. خب دوستان، اولین قدم برای شروع ماین داشتن یه ماینر برای محیط ویندوزه. من تو این ویدیو میخوام از LOL ماینر استفاده کنم، چون LOL ماینر هم کارتای AMD رو ساپورت میکنه هم کارتای NVIDIA رو ساپورت میکنه. حالا نکته که اینجا هست، نگاهی من توی گوگل زدم LOL ماینر، نگاه کنید سایت رسمی که میاد، نگاه کنید نسخه 1.59 گذاشته، نگاه کنید سایتی که میاد چه ببینید 1.59A گذاشته برای دانلود، که اصلا پیشنهاد نمیدم وارد این سایت بشید، چون من چند جا شنیدم که این سایت رسمی نیست. حالا نگاه کنید، میریم توی گیت هاب، همینجوری که میریم توی گیت هاب، من سایت گیت هاب رو که باز میکنم، یعنی همون روی لینک کلیک میکنم، نگاه کنید LOL ماینر نسخه 1.60 گذاشته، آخرین ورژن، و اینجا نگاه کنید نسخه ویندوزش که میخوایم دانلود کنیم دیروز آپلود شده. میبینید، یعنی کلا برای ویندوز دیروز اومده برای دانلود. حالا من اینو قبلا دانلودش کردم، میارمش اینجا، همینجا که میبینید LOL ماینر نسخه 1.60، من دبل کلیک میکنم بازش میکنم. خب ما با این صفحه روبرو میشیم، همینجا که میبینید کوینای زیادی هست که ما میتونیم با این ماینر ماین کنیم. حالا من میام پایین، نگاه کنید آخرین گزینه‌ای که گذاشته توی نسخه 1.60 زیلیکا، اتریوم، کاسپا. حالا ETH که اینجا نوشته دقیقاً الگوریتمش با ETHW یکیه، یعنی دوتاشون از ETH استفاده می‌کنن. من اینجا روش ادیتو میزنم، این صفحه برای ما باز میشه. همینجور که اینجا می‌بینید یه نکته خیلی خوبی که این ماینر داره، نگاه کنید 3 تا کوین اینجا برای ما گذاشته، دقیقاً با ساده‌ترین روش اینجا برای ما گذاشته. حتی نگاه کنید کوین زیلیکا رو اول گذاشته، میتونید آدرس زیلیکاتون رو بدین، اینجا میتونیم آدرس ETHW رو بدیم، و اینجا میتونیم آدرس استخ و ولت کاسپامون رو وارد کنیم. همینجوری که ببینید خیلی محیط ساده ای داره. خب دوستان، شما برای ماین این سه تا کوین باید حتما آدرس ولت این سه تا کوین رو داشته باشید، که قبلا هم توی پیج توضیح دادیم. حالا ما اینجا در نظر میگیریم که شما آدرس ولت این سه تا کوین رو دارید. حالا من همینجا دقیقاً میرم جایگذاری میکنم آدرسای ولت خودم، که بعد بریم سراغ استخر استخراج. من برم این سه تا آدرس ولت رو جایگذاری کنم، بیام آدرس ولت زیلیکا از این قسمت میشه دقیقاً تا اینجا، آدرس ولت ETHW این قسمت میشه. نگاه کنید یه دبل کلیک کنید روش، نگاه کنید دبل کلیک کنید خودش کامل انتخابش میکنه. فقط نکته ای که برای کاسپا هست، نگاه کنید بعد این کاسپا دو نقطه رو حتما اینجا بنویسید، اینو در نظر بگیرید. حالا من اینا رو همش پاک میکنم، برم آدرس ولت خودم رو جایگزین کنم و برگردم. خب دوستان، الان من آدرس ولت سه تا کوینم رو اینجا اضافه کردم. الان دیگه باید بریم سراغ استخر استخراج. اولین استخر زیلیکا رو میخوام انتخاب کنم، که همینجور که میبینید اینجا شارت پول انتخاب کرده، دقیقا همون استخری که من میخوام انتخاب کنم، همین شارت پول دقیقا اروپایی کم هست، چون پینگ من توی این استخر فوق العاده است. حالا باز برای درک بیشتر من وارد شارت پول میشم، دقیقا نگاه کنید شارت پول داتا رو اینجا کپی میکنم و توی بروزرم بازش میکنم. خب اینجا وارد محیط شارت پول میشیم، اینجا استارت ماینینگ رو که بزنیم، نگاه کنید اینجا اگر بخواید آدرس استخر رو پیدا کنید، اینجا روی دوال ماین کلیک میکنید، اینجا ویندوز رو میزنید، اینجا کشور رو انتخاب میکنید که اروپا برای من پینگش بهتره، اروپا آلمان رو انتخاب میکنم. همینجا که ببینید این آدرس استخرمون شد که دقیقاً اونجا گذاشته، دقیقاً همین رو کپی میکنم، پورتش هم همینجا که ببینید 4 تا 3 هست اینجا. دوباره برمیگردم اینجا، نگاه کنید دقیقاً همین خودش برامون گذاشته بوده. دوباره من جایگذاری میکنم، میبینید این شد آدرس استخر زیلیکامون. حالا نیا کنید من قبلا اینجا ماین کردم، آدرس ولتم اینجا وارد میکنم، آدرس ولت رو از اینجا کپی کنم، پیست رو بزنم و اینجا یه اینتر که بزنید مشخصات رو براتون میاره. همینجا که میبینید من الان دوتا ورکرم دارم که داره زیلیکا ماین میکنه. استخر خیلی خوبی، من ازش راضیم، و همینجا که میبینید راحت پرداخت میکنه. قبلا هر از 2 ساعت پرداخت میکرد، الان فکر کنم یه مقدار بیشتر شده. قبلا هر 2 ساعت برای من هر مقداری که بود پرداخت میکرد، الان فکر کنم یه مقدار بیشتر شده، دقیق نمیدونم. خب دوستان، این شد استخر زیلیکا. حالا من اینو میارم پایین، دوباره برگردیم توی محیط LOL ماینرمون. اینجا کوین بعدی رو که بعد استخرش رو انتخاب کنیم ETHW، همینجا که میبینید خودش به ما تو ماینر رو پیشنهاد داده، ولی من نمیخوام تو ماینر رو استفاده کنم، الان دلیلش هم دقیقاً بهتون میگم. من اینجا وارد ماینینگ پول استاتس بشم، اینجا سایت ماینینگ پول استاتس رو باز میکنم و اینجا ETHW رو میزنم، اینجا نکنید ETHW رو بزنیم،
اینجا روی ماینرز کلیک میکنم که از بیشترین به کمترین برای من چیده بشه. پول فی تو ماینر الان 1%، یعنی 1% از ما پول فی میگیره. الان من استخری که دارم استفاده میکنم، همینجا که ببینید میخوام از هیرو ماینر استفاده کنم. هیرو ماینرز پول فیش فعلا صفره. حالا فکر کنم به خاطر تبلیغاتش هیرو ماینرز اومده پول فی رو 0% گذاشته. و نکته بعدی که داره پرداختیش 0.01 هست. برای کسایی که هش ریت پایینی دارن واقعا مناسبه که سریعتر بهشون پرداخت کنه. مینیموم پی تو ماینر 0.1 هست، یعنی نزدیک 10 برابر بیشتر از هیرو ماینرز. حالا چون اینجا هیرو ماینر پول فیش صفره، دقیقا هیرو ماینر رو انتخاب کردم. حالا من میرم توی هیرو ماینرز، اینجا روش کلیک میکنم برای جایگذاری آدرس ولید. همینجوری که ببینید روی هیرو ماینرز که کلیک کردیم برای ETHW، اینجا من میخوام کشور ترکیه رو انتخاب کنم چون ترکیه پینگ خیلی خوبی برای من داره. دقیقا نیا کنید اینجا ترکیه رو اینو کپی میکنیم، میایم اینجا جایگذاری میکنیم، دقیقا اینجا جایگذاریش میکنیم و پیست میزنیم. خب اینم شد ETHW من. خب حالا همینجا من دوباره یه نکته میخوام بهتون بگم، دوباره وارد سایت هیرو ماینرز میشیم. نیا کنید اینجا من داشتم ماین میکردم، نیا کنید میام پایین این قسمت، ببینید نتورک فی برای من صفر، یعنی هر وقت که برای من پرداخت کرده 0.1 هیچ هزینه از من همینجوری که ببینید نگرفته، کاملا فری بوده. حالا من یه مقداری هم تو ماینر ماین کردم که بریم اونم با هم بررسی کنیم. خب الان وارد سایت تو ماینر شدیم، من برای تست مقداری هم تو ماینر ماین کردم. همینجوری که ببینید یه کارتم گذاشتم، دقیقاً کارت 38 ام گذاشتم تو ماینر ماین کنه برای تست کاملا. نگاه الان پیوتام اونجوری نگاه کنید، پیوتی که برای من انجام شده تکس فی گرفته. همینجوری که ببینید حالا درست مقدارش کاملا جزئیه و مقدار خیلی کمیه، ولی باز میکنید این مقدار از من تکس فی گرفته و این نکته ای که میتونید این مقدار رو ندید. حالا شما اگر ماینر بزرگتری باشید و مثلا روزی چند بار به شما پرداخت میکنه، این شاید به چشم بیاد. این نکته بود که دوست داشتم حتما بهتون بگم. این از تکس فی تو ماینر و هیرو ماینرز. حالا من دوباره بیام توی هیرو ماینرز برم روش کلیک کنم، میکنید اینجا نگاه کنید، خودش هم اینجا این بالا گفته نگاه کنید تا آخر اکتبر پول فیمون 0%. پس همینجوری که می‌بینید به خاطر تبلیغات بوده احتمالاً که تا آخر اکتبر ماده پول فی رو 0% گذاشته. حالا ببینید بعد از ماه اکتبر اینجا چند درصد میشه که اون موقع دوباره میتونیم استخر رو جابجا کنیم. ولی فعلا تا آخر اکتبر اگر دوست داشتید ETHW ماین کنید، میتونید از هیرو ماینر استفاده کنید و پول فی رو فعلا ندید. خب این از این. خب اینم میاریم پایین. خب حالا ببینیم سراغ استخر کاسپا. همینجوری که می‌بینید برای کاسپا خودش ACC پول و پیشنهاد کردن. ACC پول دیفالت خودشه که میتونیم با ACC پول ماین کنیم. فقط من نکته‌ای که اینجا پیپرم می‌کنید، پورتی که گذاشته پورت سولوئه که در ادامه بهش می‌پردازیم. من دوباره میرم توی ماینینگ پول استات، اینجا کاسپا رو می‌زنم. اینجا کاسپا دقیقاً ماینرز هم زدیم. می‌کنید وولی پولی ساپورتش می‌کنه، ACC پول ساپورتش می‌کنه، دقیقاً ACC پول سولو هم داره که ساپورت کنه. حالا من خودم از ACC پول استفاده میکنم، دلیل خاصی هم نداره چون از اول روی ACC پول بودم، دقیقا ACC پول رو دوست دارم. حالا همینجا هم که ببینید مقداری پول فیش کمتره، اینجا 0.8%، اینجا 0.9% توی وولی پولی که حالا خیلی به چشم نمیاد. مینیموم پیوت دوتاشون هم 100. همینجا که ببینید حالا من همون ACC پول انتخاب میکنم، وارد ACC پول میشیم، اینجا توی گت استارتد کلیک میکنیم. اینجا همینجا که میبینید دقیقاً ماینرایی که ساپورت میکنن رو اینجا زده که ما داریم از LOL ماینر استفاده میکنیم و اینجا کاملاً ساپورته. خب اینجا میتونیم آدرس استخر رو انتخاب کنیم. همینجا که میبینید میخوایم آدرس استخر اروپا، آلمان رو من همیشه استفاده میکنم، که همین اولی رو میتونیم انتخاب کنیم. این اولی رو میام اینجا دقیقاً جایگزین میکنم که خودش هم همینه دقیقاً، ولی حالا نه همین نبود، دیدید EU1 داشت اینجا، دقیقا باید بیایید عوضش کنید. EU1 داشت. و حالا بریم آدرس پورت هم بیاریم. آدرس پورت هم همینجوری که ببینید پورتش اینجا 16061، اینم کپی میکنم 16061 پیست میزنیم، 16061 اونجا زدیم، آدرس هم که همه چی اوکی، فقط اینجا باید فایل سیو رو بزنیم، بیایم اینجا بازش کنیم و روش دبل کلیک کنیم، شروع میکنه به ماین. خب حالا من اولین کاری که باید انجام بدم بیام یه اورکلاک درست بشینم. حالا همینجا که ببینید من خیلی به کارتم نمیخوام فشار بیارم، مموری رو تا 1150 بردم بالا، پاور لیمیت رو 85 قرار دادم و کورکلاک فعلا صفره، فعلا کار به کورکلاک ندارم. بریم ببینیم چه هش ریتی میگیریم از کارت گرافیک 3080.
خب حالا من روش همینجا دبل کلیک میکنم، میارمش اینجا. همینجا که میبینید شروع میکنه به ماین. فقط شما برای اولین بار حتما اینا رو بخونید که جایی مثلا ارور نداده باشه، مثلا بگه فلان استخ ارور داره. از هر دو کوین شما هش ریت بگیرید. حالا یه مقدار اینجا میبینید داره تیونینگ رو انجام میده. حالا ما مثلا هش ریت ETHW رو گرفتیم، هنوز هش ریت کاسپا رو نگرفتیم. نکته بعدی هم که باید بگم، این ماین 3 کوین همزمان نیست، ماین 2 کوین همزمانه. یعنی شما الان دارید ETHW و کاسپا ماین میکنید، هر از 90 دقیقه 90 ثانیه میشه کاسپا به علاوه زیلیکا. یعنی ماین 3 کوین همزمان نیست، چون الگوریتم زیلیکا به این صورته که هر از 90 دقیقه 90 ثانیه میشه ماینش کرد. به خاطر همین ما میایم به این صورت ماینش میکنیم. خب حالا میبینید که اولین هش ریت ها 92 و 91 داریم از ایت هش میگیریم. حالا بعد مقدار به این زمان بدیم که تیونینگ برای کاسپا هم انجام بده و شروع کنیم به ماین. حالا من مقداری به این زمان میدم، میرم و دوباره برمیگردیم. خب دوستان اینم تقریبا نتیجه کار. حالا یه مقدار بعد اوورکلاک رو بالا پایین کنم و بهترین نتیجه رو از این کارت بگیرم. همینجا که ببینید 96 مگاهش، نزدیک 96 و نیم مگاهش داریم از ETHW میگیریم، 338 مگاهش هم داریم از کاسپا میگیریم. همینجور که میدونید کاسپا یه مقدار از هسته استفاده میکنه. اگر من بیام ولتاژ یه مقدار ببرم بالاتر و هسته رو یه مقدار اوورکلاک کنم، اینجا تا 400 خورده هم مثلا بالاتر میره. خب الان نگاه کنید، من الان ویدیو که گرفتم میبینید من 91 نزدیک 92 مگاهش شد. اگر با ویندوز کار کنید یه مقدار دراپ هش ریت دارید همینجا که میبینید. خب من فعلا چون داریم ویدیو میگیریم اینو میبندمش کامل. حالا خیلی از دوستان میان الان میگن که چرا در مورد اوورکلاک صحبت نمیکنی، چرا اوورکلاک کارت گرافیک نمیگی. قبلا توی ویدیو کاملا اینا رو صحبت کردیم. همینجا که میبینید من بیارم براتون، سایتی هست به نام hashrate.no که کامل اوورکلاک کارت گرافیکا رو اینجا براتون گذاشته. البته همینم دوباره 100% نیست. اینجا نکنید روی انویدیو مثلا الان 3080 دارم، اینو کلیک میکنیم تو این قسمت میایم پایین. مثلا حالا نسبت به الگوریتمی که میخوایم ماین کنیم، الان من ETHW برای کاسپا رو میخوام ماین کنم. نگاه کنید گفته کور 1410، مموری 2000، روی ویندوز مثلا باید 1000 باشه. همینجا که میبینید نزدیک 320 وات هم برق مصرف میکنه. همینجا که میبینید هش ریت هم گفته 96.71 ETHW میگیرید، 411 تقریبا کاسپا ماین میتونید بکنید. همینجا که میبینید که تقریبا من همین هول و هوش هم میگرفتم با همین اوورکلاک. البته باز بستگی به کارت گرافیکتون داره، نوع مموریتون داره و ماینرتون داره. حالا اینجا من نکته‌ای که میخوام بگم، اینم دقیقاً نگاه کنید از LOL ماینر استفاده کرده. دقیقاً ماینرش LOL ماینر بوده، اینم از اوورکلاک. بیایید توی سایت hashrate.no تقریبی به دست میارید. این دقیقاً بازم 100% نیست که بگیم حتما با همین اوورکلاک شما میتونید انجام بدید. نکته بعدی که میخوام بگم، مثلا مخصوصا توی کارت 3080 فوق العاده دما میره بالا. حالا اگر ویدیوهای قبلی من رو دیده باشید، من این کارت رو صفر شویی کردم، خمیر سیلیکون رو عوض کردم، پدای حرارتی رو فلزی کردم که بتونم اینجا دوال ماین یا تریپل ماین رو انجام بدم. اگر این کارا رو انجام ندادم، من به هیچ عنوان با 3080 نمیومدم دوال بزنم، چون فوق العاده دما میرفت بالا. حالا اگر ویدیو قبلی رو ببینید بهتر متوجه میشید. این نکته هم در نظر بگیرید، دمای مموری کارت رو حتما بررسی کنید دوستان. فقط به دمایی که توی مثلا اینجا نکنید، دمایی که اینجا میزنه رو نبینید، دمای مموری رو حتما ببینید. برای دمای مموری هم شما میتونید از برنامه جی پی یو زد استفاده کنید. بیاید توی تب سنسور، همینجا که ببینید دمای مموری رو اینجا براتون میزنه. ببینید این خیلی مهمه، هم دمای مموری هم هات اسپات کارت گرافیکتون. برای دوال ماین یا تریپل ماین حتما این دو گزینه هم بررسی کنید. خب دوستان این هم از ویدیو امروز. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار. Celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I'm